توی ویدیو امروز راجب مراسم خاک سپاری استاد گلپا در قطعه هنرمندان با حضور پرتعداد هنرمندان بزرگ کشور از جمله ایرج، سالار عقیلی، احسان خواجه امیری، محمد معتمدی، گلریز و خیلی های دیگه صحبت میکنیم و تصاویرش رو میبینیم و همینطور راجب آخرین وصیت استاد گلپا در مورد خاک سپاریش که با بیتوجهی مسئولین موسیقی ایران همراه بود و باعث ناراحتی خانواده‌اش شده بود هم صحبت میکنیم. تا پایان ویدیو رو با ما باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. آینه تشییع پیکر زنده یاد اکبر گلپایگانی، معروف به گلپا، صبح امروز با حضور دوستدارانش و در حالی که قطعات قدیمی اون رو با هم همخوانی میکردن برگزار شد. آینه تشییع پیکر اکبر گلپا، خواننده موسیقی اصیل ایرانی، صبح سه‌شنبه 16 آبان با حضور جمعی از اهالی موسیقی و دوستداران این هنرمند برگزار و پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. قبل‌تر خانواده استاد گلپا از مسئولین فرهنگی و موسیقی درخواست کرده بودند که مطابق وصیت استاد گلپا اون رو در قبرستان ظهیرالدوله در شمال تهران در کنار اساتید موسیقی و شعرای قدیمی از جمله استاد صبا، فروغ فرخزاد، ملک و شعرای بهار، استاد درویش، روح الله خالقی و هنرمندان دیگه به خاک بسپارن که مثل اینکه گفته بودند اجرای این وصیت امکانش وجود نداره و عملاً به این وصیتش عمل نکردن و همین عمل نکردن به تنها وصیت استاد گلپا و همینطور پخش کردن آدرس دقیق منزل استاد گلپا توسط مسئولین فرهنگی کشور موجب نارضایتی و دلخوری خانواده گلپا شده. ولی خب با این حال مراسم خاک سپاری امروز در قطعه هنرمندان برگزار شد. در ابتدای این مراسم که اجرای اون رو سید عباس سجادی بر عهده داشت، فضل‌الله توکل، موسیقیدان و از دوستان قدیمی استاد گلپا، در سخنانی خطاب به حاضرین گفت: خواهش میکنم عرض ادب و تسلیت من رو بپذیرید. اکبر هنرمند بی جانشین و بی بدیل به سوی عرش کبریایی پرواز کرد. رحمت خدا شامل حالش باد. نام و یادش در تاریخ ما جاودان و خدایش او را رحمت کند. اولین بار او را وقتی دیدم که به همراه زنده یاد تجویدی و محجوبی به منزل پدر من اومدن. من اون موقع 15 سالم بود و او 34 ساله و تازه یک مثنوی جاویدان رو خوانده بود که همه سوال کردن این صدای کیست؟ و از همونجا دوستی بین ما شکل گرفت و من 66 سال افتخار دوستی با او رو داشتم و آثار ماندگاری رو هم با هم خلق کردیم تا ابد نامش در موسیقی جاویدان باشد. بعد از این ایشون مصطفی راغب، خواننده پاپ، سخنران دیگه این مراسم بود و اظهار کرد: در ابتدا تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده بزرگوار استاد گلپا و شما مردم که با صدای زیبای خود اثر او را با هم همخوانی کردید. من از بزرگواری و بزرگمنشی و قلب بزرگ او هرچه بگویم کم گفتم. او دست جوانان زیادی را گرفت و تشویق میکرد. سعادت داشتم در محضر او باشم و کوهی از انسانیت را در او دیدم. در ادامه مردم یکی از قطعات قدیمی گلپا رو هم با راغب همخوانی کردند. بعد از راغب، علیرضا میر علی نقی، مورخ و پژوهشگر موسیقی، به عنوان دیگر سخنران این مراسم اظهار کرد: او بی نیاز از لقب استاد بود. اکبر گلپا بزرگتر از یک خواننده و هنرمند خلاق محسوب می شد. او همیشه گفته بود دوست داره مراسم تشییعش مانند فردین و تختی باشه که او خود نیز شمایلی چون آنها رو داشت. او یک خواننده نخبه‌گرا در آواز و مردمی در ترانه محسوب می شد. کمتر خواننده‌ای داریم که هر دوی اینها رو به اوج و کمال رسونده باشه. او ادامه داد: گلپا به گفته خودش از ساده ترین طبقه اجتماع بالا اومده و با تکیه بر هوش و استعداد و عشق به مردم به این درجه رسیده. او انسانی نیک بود و نام گلپا خود اعتبار است و هیچ لقب و پیوند و پیشوندی نمیخواهد و تعداد این افراد که این اندازه به موسیقی اعتبار میدهند کم است. یادمان نرود او سنت آواز را جاودانه کرد و ساختمانی دوباره ساخت. او ساده زیستی، مردم دار و با عشق بود. عشق به میهن در آثار او بسیار دیده میشد. میرعلی نقی تأکید کرد گلپا با تمام احساسش میخوند و حتی یه واژه رو بیتفاوت نخوند و تا سراسر زندگی عشق و احساس بود. بعد از ایشون
محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی هم سخنرانی کرد و پشت تریبون قرار گرفت و در سخنان کوتاهی گفت صحبت کردن درباره استاد گلپا به اندازه کافی انجام شده. به همین جهت خلاصه صحبت میکنم و اثری از او را به افتخار استاد توکل و یاد اکبر گلپایگانی به نام بنویس عشق برایتان میخوانم که در ادامه این قطعه رو اجرا کرد و مردمم پرشور باهاش همخوانی کردن. در ادامه این مراسم ایرج خواجه امیری یا همون حسین خواجه امیری از دوستان قدیمی استاد گلپا و معروف به پهلوان آواز ایران و همینطور پدر احسان خواجه امیری در حالی که مدام از سوی حاضران تشویق میشد در سخنانی گفت خیلی حالم خوب نیست. من و او ماندیم و خواندیم. من به دوستی با گلپا افتخار میکنم. صدایش خیلی خوب و گرم بود. شعرهایی که انتخاب میکرد رو خیلی خوب میخواند. ایرج خواجه امیری در ادامه قطعه ای رو با همراهی ساز نی به افتخار رفیق قدیمیش اجرا کرد. ایرج خواجه امیری و همینطور استاد گلپا دو تا از قدیمی ترین اساتید موسیقی ایران بودند که سالها بود برای مردم میخوندن. بعد از استاد ایرج، سالار عقیلی خواننده سنتی نیز در این مراسم حضور پیدا کرد و بیت بیتی رو با این مضمون خواند: بعد از وفات تربت ما را زمین مجوی، در سینه های مردم عارف مزار ماست. او ادامه داد: در گذشت استاد گلپا رو تسلیت عرض می کنم و قطعه از آثار خودم رو تقدیم شما مردم عزیز و روح بزرگ استاد گلپایگانی می کنم. گیتا گرایلی برادرزاده همسر زنده‌یاد گلپایگانی نیز به نمایندگی از خانواده این هنرمند فقید متنی را در تجلیل از دوستان این خواننده قرائت کرد. حسن گلپایگانی برادر گلپا از کسانی که در مراسم حاضر شدند تشکر کرد و قطعه ای را خوند. محمود گلپایگانی برادر دیگه گلپا هم از حضور مردم تشکر کرد و گفت: دست کسانی که به مراسم برادرم آمدن رو میبوسم. ما رسم داریم وقتی یکی از عزیزان خود رو به خاک میسپاریم دو بیت آواز میخونیم و اکنون برادرم محمد گلریز دو بیت آواز برای شما میخواند. بعد از اون محمد گلریز برادر کوچک گلپا پشت تریبون قرار گرفت و گفت: فقط میخواهم بگویم که برادرم یکی از ارادتمندان مولا علی بود که درباره ایشان شعری را هم خوندن. من هم اکنون این شعر رو برای تان میخونم. و بعد آهنگی رو برای حاضرین اجرا کردش که با استقبال اونها همراه بود. جالب بدونید محمد گلریز همون خواننده‌ای که بیشتر با ترانه های انقلابی که اجرا میکنه مشهور هستش، ولی خب بعد از انقلاب به خاطر اینکه حالا اختلافاتی با استاد گلپا داشت اسم فامیلی خودش رو تغییر داد که خیلی مثل اینکه ردی از گلپا بودنش باقی نمونه و بتونه راحت تر کارهای انقلابی رو اجرا بکنه. مراسم یادبود زنده یاد اکبر گلپایگانی روز پنجشنبه از ساعت 17 تا 19 در مسجد جامع شهرک غرب برگزار میشه. امیدواریم که روح این هنرمند در آرامش و شادی باشه. حتما نظرتون رو راجع به این استاد بیبدیل موسیقی اصیل ایرانی تو بخش کامنت ها برای ما بنویسید و راجع به حواشی مراسم خاکسپاری و همینطور آخرین وصیت استاد هم نظرتون رو واسه ما کامنت بکنید. یک دنیا سپاس برای همراهیتون. ممنون میشم این ویدیو رو هم لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه‌ام یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.